سلام بر دوستان فرالنی عزیز با اپیزود و قسمت جدید آموزش زبان انگلیسی در فرالن با کتاب تاپ در خدمتتون هستیم تو قسمت های قبل از یک که بخوایم شروع کنم بگم معرفی کردیم اینتروداکشن داشتیم چرا بعد انگلیسی بخونیم سختیاش چیه راحتیش چیه و اومدیم جلو الف با صداها رفرنس دادم فونتیک اگر قبلا ندیدید حتما برید ببینید فونتیک رو برید چندین و چند بار ببینید خیلی مهمه گفتم صداها چجوریه و بعد وارد یه پیش مقدمه برای کتاب شدیم که توی سلام احوال پرسیه مختلف به انگلیسی بود اوکی؟ و قرارمون هم این بود که هر جلسه هر کاری میکنیم به انگلیسی بگیم که انگلیسی هم به گوشتون بخوره عادت کنید فقط نباشه فارسی بریم جلو با حالا یه ذره انگلیسی یا 50 50 باشه یه ذره انگلیسی می‌خوایم آروم آروم بیشتر هم بکنیم که هم شما دارید یاد میگیرید به اون لحجه نیتیو وار و همون صدای انگلیسی هم عادت کنید خب الان کاری که کردم و میخوام یه بار دیگه به انگلیسی بگم فقط گوش بدید چون گرامرشو شوهنه درس ندادم مهم نیستش و عملا باید به سیمپل پس یا پریزن پرفکت رجوع کنم فقط گوش بدید که گوشتون عادت کنه In previous sessions from the introduction session I, okay, I just talked about the difficulties of learning english how and how easy it is in comparison with other languages okay i said why should we learn english okay how many people speak it around the world what, what are the what are the goals of learning this language then we moved on to the alphabets and the sounds and i just referred you to the phonetic video which have been made by Feralang groups okay i go and watch the phonetic video it is very important then we just uh, went through the, the daily conversations like how to greet people different kinds of hellos and different kinds of saying goodbye in english so now we go to unit one but before that we have something very important آخرش گفتم الان میریم سراغ درس اول تاپناش اما قبلش یه موضوع خیلی مهمی رو داریم باید اینو بدونید که انشالله به مشکل بر نخورید همینجوری نمیخوام وارد درس بشم خب مبحث امروزمون دو تا مبحث هستش یه دونه الان دارید میبینید و بعد از اینم میریم سراغ شغل ها سابجکت پرونانس اند تو مین وربز زمیر فاعلی زبان انگلیسی و دو تا فعل اصلی زمیرهای فاعلی چه مثل فارسی همه زبان ها داره من تو او ما شما آنها اوکی انگلیسی هم به همین منوال 99 درصدتون مطمئنم میدونید تو مدارس داشتید قبلا داشتید اوکی آی من یو این یو تو قسمت مفردا یعنی تو یه نفر هی شی ایت هی او مذکر او آقا در نظر بگیرید شی او مؤنث ایت اشیا یا حیوانات مفرد اوکی پس شد آی یو هی شی ایت چرا جدا کردیم اینجوری نوشتیم خطی ننوشتیم به خاطر اینکه الان بخوام دو تا فعل صرف کنم یا بهتون بگم داستان فعلا توی زبان انگلیسی چی هستش اینجا این جدا شده جدا افتادنه خیلی به دردم میخوره خب بریم جمعش وی ما گفتم دابلیو وی ما دوباره یو رو داریم یه یو اینور بود یه یو این یو مفرد یعنی تو به یه نفر خطاب کنی گروه جمع مقابلت باشه یعنی شما اوکی شما ها یو و آخری they they از ترکیب های زبان انگلیسی جالباش یه دونه همین تی ایچ هستش توی الفا بهتون نگفتم گفتم بهش برسیم دیگه ترکیبا رو خورد بهش میپردازیم دو تا صدا داره یکی صدای حتی من فونتیکش رو دارم می‌نویسم و یک کم صدای ف عددا رو بگم بهتون میگم ف مثل 3 همیشه تو مدارس میگه وان تو 3 ولی غلطه 3 زبان رو میذارید بین دو تا ردیف دندون ها و ف و ف 99 درصد زمایر زمایر و کلمات گرامری همه و تلفظ میشن و همین راحتی they them اوکی okay? those نگید د د نداریم تی اچ د نداریم یا و یا ف البته اینا رو تو الف با ترکیبا رو نگفتم ارجاتون دادم به فونتیک اونجا همه رو کامل توضیح دادم پس اینجا ما they داریم they نگید خواهشن دی مثل ماه دی فارسی غلطه کامل غلطه they قرار شد تلفظ رو از همون اول با هم درست بریم they اوکی آنها they آنها پا یه بار دیگه I you he she it it is a desk مثلا we you they آنها من تو او ما شما آنها خب هی گفتیم مذکر شی مؤنث ایت برای اشیا خوشبختانه توی زبان انگلیسی ما مثل زبانهای های رومنس اسپانیا ایتالیا فرانسوی اینا یا حتی آلمانی جنسیت نداریم خیلی کارمون راحت میشه و از این رو ما تو فل هامونم دوباره صرف فل خاصی نداریم توی فارسی داریم دقت نمی خیلی سختش میکنه فارسی و برای مثال میگم فل داشتن یا فل بودن هستم هستی هست هستیم هستید هستند نگاه کنین صرف فعله طرف باید حفظ کنه ولی اینجا ما فعل تو تو نشانه فعله دوستان یادتون نره تو اوکی پرپوزیشن تی تو نشانه فعله تو بیمون، اوکی یه صرف بیشتر نداره البته توبی بی جزء بی قاعده حساب میشه یا هو و بی حساب میشن اکثر فعل اینطوری بگیم صرف فعل ندارن توی تمام اشخاص یه شکل هستن توی شیو ایت یه تغییری میکنن یا توی شیو ایت اینطوری بگیم یه اس اضافه میگیرن تو باقایدا تو بیو هو و هز یا تو هف تو هز حالا تو هف بهتره بگیم صرف میشه از بیقایدا حساب میشه باید حفظ کنی تو بی یعنی بودن هستن اوکی I am You are این صرف تو بیه He, she, it is دوباره We are You are They are همین تو بی دقت کنید تو چهار تا فل آره اوکی آی ام آی ام که مخففش میشه آیم من هستم اوکی یو آر تو هستی هی ایز او هست یا او فارسی عادی آمیانه است شی ایز ایت ایز وی آر یو آر they are این جمع که همه آره اوکی به همین راحتی مخفف وا I'm your his she's its we're your there, there. اوکی یه بار دیگه عادی I am you are he is she is it is we are you are they are دست همون جمع کنیم یعنی گروه آنها خب من هستم تو هستی به همین راحتی خب جمله سازی ما تو انگلیسی از اینجا شروع میشه برای صفت ها برای شغل ها برای اسم I am مصطفى بیدگولی okay? You are for example مسعود جواهری He is علی رزا اسقری okay? She is سمیرا رادپور و حالا میریم جلو It is a desk We are students شغل شغل جمع We are students حالا نکتش رو بعدم میگم توی جمع و اسم اس جمع میگیره you are students okay we are teachers for example they are nurses parastaran okay به همین منوال جمله سازی تو زبان انگلیسی با فعل تو بی شروع میشه خیلی هم راحته خب حالا میریم سراغ فعل تو هاف داشتن تو هاف یعنی داشتن دوستان I have اکثرشون شبیه همه تو انگلیسی خیلی راحته You have He, شی ایت هاز we have you have they have یه وقت اینا رو با هم نفت I am have اینا نه 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 من نمیخواستم پاک کنم که اینجا باشه دوباره ننویسیم قبلی هم مرور کنیم اینو که گذاشتم یعنی این قبلی رو ولش کنید الان با این کار داریم I have you have من دارم تو داری he has او دارد she has it has یه حیوانی چیزی داری یه وسیله خاصی داریم ایت هاز بال ایت هاز بون سگو مثلا میگم ایت هاز بون یه استخون داره اوکی وی هاف ما داریم یو هاف شما دارید دی هاف آنها دارن پس یه بردی نکتهش صفحه فعل سمت چپی توبی هستش بودن هستن صفحه فعل سمت راستی داشتن اوکی آی هاف یو هاف هی هاز شی هاز ایت هاز وی هاف یو هاف دی هاف همه ها سوم شخص هاز حالا یه مقایسه میخوام براتون بکنم فقط صرفا بدونید که چقدر زبان انگلیسی آسونه و چقدر شما راحتید اینجا برای مثلا تو اسپانیایی فا خود فارسیمون دارم داری دارد داریم داری دارند خب ما زبان مادرمون راحته چون بلدیم حالا توی مثلا اسپانیایی همین فعل هف میشه تنر اوکی صرف فعلش هر کدوم یه شکلی داره اوکی نگاه کنید تنگو تینس تینه تنموس تنیس تینن حفظ کنی اونجا شوخی نیستش یا تو ایتالیای آوره برای مثال او آی آ ابیا مووت آنو یا توی آلمانی علم... هابن ایک هاب دو هاست رزی زیون زی ببینید چقدر انگلیسی راحته پس اینو بر خودتون انگیزه در نظر بگیرید دوستان دارید راحت ترین واقعا زبانو میخونید خیلی راحته چون صرف فعل نداریم حالا با قاعده برسیم که دیگه بهتون میگم هر فعلی دوست داشتید گفتین تو نشانه یه. چیه فعل تو استادی مطالعه کردن چک میکنید توی دیکشنری اه تو استادی آی استادی یو استادی هی شی ایت استادیز یه سه سوم شخص میدی وی استادی یو استادی دی استادی همه این همه آی گو یو گو هی گوز شی گوز وی گو یو گو دی گو چقدر راحت مبحث فعلو به همین راحتی براتون جا میافته حالا بیشتر بهش خواهیم پرداخت فعلا دیگه اینجا ما با دو تا کار داریم to be, to have هم به عنوان فعل اصلی هم به عنوان فعل کمکی این دوتا تا آگزیلاری ورب هم هستن فعل کمکی هم هستن خب الان میخوام بریم سراغ شغل ها قبل از ورود به کتاب چون درس اول تاپناچه بان در شغل ها هستش یه زب نمیخوام سراغ صفحه برم اینا رو گفتم که با آی اینا میخوام شغل بسازیم یه ذره هم توش بیاریم اوکی For example, I'm a teacher. I have a in my hands, okay? به همین راحتی میتونید صحبت کنید. خب بریم سراغ شغل. خب دوستان همون جور که گفتم میخوام بریم سراغ شغل. شغل تو انگلیسی job. Okay? یا occupation. حالا اس جمع هم گرفتن شغل ها و حالا کارها پیشه ها حرفه ها اوکی جابز اکوپیشنز خب حالا بعدا الان چون بیوان هستش مقدماتین وارد تفاوت زیاد نمیشیم میخوایم فعلا جا بندازیم لبله بالاتر فرق تمام اینا رو بهتون میگیم خیلی حرفه ای جاب زن اکیپیشن پس جاب و اکیپیشن و کریر یعنی شغل حرفه پیشه سه تا سوال اصلی داره سه چهار تا داره میخوای کسی بپرسی شغل چیه همتون what's your job و یا what is your job و شنیدید اوکی okay? what is your occupation What is your career? شغل حرفه‌ای خیلی حرفه‌ای پیشه کسی که دیگه براش خیلی وقت گذاشته آکادمیکو میگن کریر یه وقت نگید کریر را فعلش کری ولی اینجا به عنوان اسم شغل یا همون پیشه کریر What is your job? What is your occupation? What is your career? ولی خود نیتیف ها میان سراغ اولی What do you do? یا از اون بهتر What do you do for a living? برای امرار معاش چه کاری انجام میدی؟ چه شغلی داری؟ What do you do for a living? What is your job? What is your occupation? What is your career? خیلی غیر رسمی هم میگن مثلا دی فارسی میگه چیکاره ای کار چیه دقیقا میشه what are you what are you پس این سه چهار تا همه معنی اینه یعنی که شغل چیه what do you do خالی یا what do you do for a living بچه به عنوان کار روزمره یا چی کار میکنید نیستا حالا بعدا که کار روزمره رو بهتون میگم what do you do every day با این خیلی فرق داره what do you do for a living what do you do? یعنی شغل چیه این نکته رو داشته باشید خب شما اسامی شغل‌ها رو توی کتاب دارید اینجا هم حالا یه سری معروف ها رو آوردیم که یه نکته خیلی مهم بهتون بگم آره آقا هزار تا شغل 500 تا شغل حالا یه عددی میتونید راحت برید بگید تیچر معلم استودنت شاگرد نرس پرستار دکتر دکتر ولی به هیچ دردی نمیخوره چرا؟ چون شما نه تعریفی ازش داری نه دفنیشنی داری نه مثالی داری پس بهترین کار اینه از همون ابتدا دوستان اینا رو با لیست لغت یاد بگیرید یا وارد دیکشنری بشید اوکی لیست لغت هم ما داخل سایت فرالن براتون گذاشتیم کتاب به کتاب حتما برید دانلود کنید استفاده کنید اگرم نخواستید یه دیکشنری نصب کنید تیچر که میزنید حالا من خیلی مختصر نوشتم که اذیت نشید پارت آف سپیچ ها رو اول چک کنید نون نون Noun یعنی اسم وی ورب یعنی فعل اوکی ادجکتیو ای دی مثلا چیه پارت آف سپیچ چیه قسم کلامیش چیه توی زبان بعد میایید فونتیک اوکی okay? نگاه کنید این خیلی مهمه بچا این بی نهایت مهمه تیچر فونتیک رو ندونی حالا چیزی مثل تیچر student راحت هستش به فتا... که بلسین بهتون میگم سوتیاش کجه تیچر همین الان دو بار ببینی آقا این چه چقدر خوب قشنگ برای جا میفته تو کلمات سخت هم همینطور بعد میای معنی a person who teaches at a school or مثلا university معنی و مثال به چه درد ما میخوره ساختار شناسی و همون ابتدا یاد میگیریم جمله سازی یاد میگیریم دیگه الان میدونی برای شغلا راحت میتونی بگی a person who کسی که person یعنی شخص شخصی که هو هم یعنی yani اینجا تو جمله اومده که a person کسی که حالا کارش چیه تیچر تیچ میکنه درس میده a person who teaches سوم شخص در نظر میگیریم ای e, اس یا اس میگیره a person who کجا at a school at university چقدر راحت a person who teaches at a school or university حالا مثال زیادی تو دیکشنری هستش یه ذره زبانتون قوی ترشه راحت سراغ اونا هم میتونید برید همین student اوکی okay. همه میگن چی؟ student غلط هستش بریتیش میتونه بگه student امریکن سر اینکه این آقا این او او هستش بریتیشه یه یه بغلش اومده ولی امریکن اینو نداره student student اوکی okay. اینو خیلی دقت کنید فونتیک چقدر خوبه student part of speech now. a person who studies شخصی که مطالعه میکنه کجا at school or university. a person who گفتیم شخصی که این a person who جمله سازی ها مثال دیدن ها باعث بشه که اتومات هی جملات زیادی توی ذهنتون بره تو مغزتون بره برای اسپیکینگ بعدا میتونید قشنگ پرسونالایز کنید شخصیش کنید هی تون صحبت کنید پس هر چی لیسنینگتون بیشتر معنی چه کردن بیشتر مثال چه کردن بیشتر باشه شما اسپیکر 100 درصد سخنگوی بهتری خواهی بود شف همین همین چه اوکی نه عزیزم توی انگلیسی دو تا صدا داره یکی چه درسته یکی هم شه اوکی حتی صدای کم میده حتی صدا کم میده مثل آرک اوکی آرک بیشاب آرک انمی رقیب اصلی دشمن اصلی سه تا صدا داره کی گفته فقط چه کاملا غلطه چه شه که نگی چف اوکی okay. شف شف فونتیک به ما میگه شه شف اوکی okay. سراشپز به معنی سراشپز a person who cooks food at restaurants اوکی okay? or i don't know in special buildings uh, that they, they have to for example cater food for other people کسی که تو کیترینگا تو حالا رستوران جایی که غذا درست میکنن برای افراد دیگه و آشپز حرفه ای منظورم شف اوکی مثال هم که تا دلتون میخواد تو دیکشنری پره راحت حالا نحوه مثال ساختن از همون ابتدا با همون فعل تو بیه که گفتم I'm a chef okay, You are a chef He is a chef و همین راحته ادامه میدیم I'm a chef and I work at a restaurant I'm a chef and I work at a restaurant هفر هم میخوایم بیاریم I'm a chef, I work at the restaurant and I have a lot of cutleries بس هلا شو بسخونه cutleries okay? ببینید چقدر راحت داریم صحبت میکنیم پس هیچی رو سخت نگیرید به خودتون نرس پرستار نرس رر. نرس okay, پرستار a person who helps sick people to get better کسی که کمک میکنه افراد مریض sick people sick people get better patients سینا نیمشه get better بهتر بشن get better okay یا a person who helps a doctor at a hospital کسی که تو بیمارستان کلینیک به یه دکتر کمک میکنه دکتر دکتر a person who makes sick people well again کسی که افراد مریض رو درمان میکنه خوبشون میکنه دوباره حالا جای make sick people well again میتونیم بگیم treats people بهشون بر رسیدگی میکنه اوکی okay? دکتر دکتر نگید دکتر فارسی داکتر؟ اوکی okay? بر اساس فونتیک داکتر اگر هم حالش رو نداشتید حتما گفتم رو دیکشنری سخنگو بزنید این کار اشتباه اگر فونتیک ندونید این کار اشتباه باید بدونید فونتیک رو نگاه کنید یه بارم روی این بزنید بزن که براتون بخونش بعدی انجینیر انجینیر اوکی استرسام خیلی دقت کنید تو فونتیکا روی حالا پارت اف سپیچش بریم ناون مهندس ا پرسن هو دیزاینز اوکی مپس اف رودز مهندس کسی که حالا نقشه ساختمون جاده حالا چیزی رو طراحی میکنه انجینیر اوکی okay. مهندس بعدی این فونتیکو ندونی عادی نگاه کنی، میگی فوتوگرافر اوکی okay. فوتوگرافر ولی حالا امریکن pronunciation، بر اساس دیکشنری فوتوگرافر فوتوگرافر ببین سه تا تلفظ داره یه فوتو نگاه کنید عکس خالی فوتو یا فوتوگراف شخصش photographer عکاس across. photographer عکاسی photography photography خیلی مهم است خیلی حواستون باشه عکاس a person who takes photos professionally حرفه‌ای professionally حرفه‌ای a person who takes photos professionally خب اینجا شغلای تقریبا معروف رو گفتیم حالا داخل خود کتاب وارد چین بیشتر بهش میپردازیم دفنیشن بیشتری داریم دوستان اگر دارید این مدلی حفظ میکنه تیچر معلم استودنت شاگرد به هیچ عنوان زبان نخونید به هیچ دردی نمیخوره مسیری که باید توی مثلا سه سال دو سال یک سال طی کنید و میکنیدش ده سال میکنید 15 سال چون بدون دیکشنری بدون ساختار گرامری بدون مثال خوندن بدون لیسنینگ هیچ فایده ای نداره فقط این متد و افسودنی هایی که اضافه هایی که ما بهتون میگیم که ما بهتون میگیم بذارید کنار بذارید کنارش صد در صد جواب میگیرید چون ما خودمون توی چندین و چند زبان جواب گرفتیم اوکی یه بار دیگه سوال رو بریم What do you do? What do you do for a living? What is your job? What is your occupation? What is your career? What are you? اوکی خیلی اینفورمال هستش خب بریم سراغ کتاب خب دوستان ما فرض رو این میگیریم که الان لپتاپ جلوتون بازه PDF فعلا دانلود کردید حالا جلوتون باز هستش و کتابم دارید حالا نسخه چاپی یا این یا PDFو میخواییم بریم سراغ درس یک Unit 1 Names and Occupations اصنامی و شغل ها هرفه ها پیشه حالا طبق روال همیشگیمون گفتیم بریم سراغ اول این Communication Goals این قسمت اوکی. اهداف گفتگوی یا گفتاریمون Number 1, 2, 3 Tell a classmate your occupation Identify your classmates Spell names Tell a classmate your occupation به یک همکلاسی شغل تو گفتن اوکی شماره دو identify your classmate شناسایی کردن شناساندن همکلاسی شماره سه spell names اسمشونو رو اسپل کردن حالا میتونی یا شغل باشه یا اسم باشه خب اینجا سه تا فعل داشتیم tell identify spell برای مثال یا tell me a story tell me what just happened یه داستان بهم بگو tell me what just happened بگو چه اتفاقی اخیرا افتاد پلیس جلوتون رو میگیره identify yourself please show me some identity cards identify identity identify فعل هستش identity هویت به عنوان اسم identify yourself هویتتون رو شناسایی کنید یا میگم for example i talked about the occupations Is there occupation i don't understand would you spell that میشه اسپلش کنید اوکی okay. هجیش کنید به همین راحتی occupation o double -C, c u p a t i o n تمام شنای آخر گفتیم t i o n این نکته ها رو لابلا میگم حواستون خیلی باشه ویدیو رو چندین و چند بار ببینید خب بریم سراغ گل اول هدف اول tell a classmate your occupation توی ویدیو گفتیم پای تخته گفتیم for example what do you do what do you do for a living what is your job okay what is your occupation یا اگر میدونید طرف فرد مهمی هستش کلی وقت گذاشته بدبختی کشیده اکادمیک خونده اون رشته رو از قصد و دایرکت بگید what is your career طرف وکیل هستش lawyer what is your career okay? یا استاد حرفه دانشگاه what is your profession profession پس کلمه profession هم داشتیم تو قیده professionally what is your profession حرفه فرقاشون رو بعدا بهتون میگیم اوکی okay? یه ذره ریزه کاری داره یه ذره براتون زوده یه ذره بریم جلوتر زبانتون بیشتر را بیفته تمام تفاوت ها رو میگیم خب جاب ساده ترین هستش اکیپیشن بعدا میگم چیزی که تایمتونو رو اکیپای میکنه میگیره ولی این دوتا کریر و پرفیشن خیلی براش وقت گذاشید ای هستش خب بریم سراغ و در مورد اکیپیشنز رید and listen. listen again and repeat. یه بار با هم گوش بدیم ترکه یک چارده Unit one. Names and occupations. Page 4. Exercise 1. Vocabulary. Occupations. Read and listen. 1. A teacher. 2. A student. 3. An architect. 4. An actor. 5. An athlete. Six. A musician. Seven. An artist. Eight. A banker. Nine. A flight attendant. Now listen again and repeat. A teacher. A student. An architect an actor an athlete a musician an artist a banker a flight attendant <laughs> number one a teacher نمبر دو، ستودنت ستودنت بریدیش بریدیش اکسن، بریتیش پیپل کن say, ok ستودنت امریکن، ستودنت مثل خبر ما تو امریکا میگم نیوز نیوز بریتیش میتونه بگه نیوز, ok و حالا خیلی اسمانی دیگه که بعدم بهتون میگم این تفاوتهای ریز رو دقت کنید البته اینو بهتون بگم اگر شما بگید A student و student یا بگید نیوز و news آیه خدا غلط نمیشه هیچ اتفاقی هم نمیفته ترکیبی از لحجه امریکن و بریتیش میشه که زیادم حالا مهم نیستش ولی هر چقدر به یه لحجه بچسبید جلو برید خب بهتره دیگه نمبر 3 an architect نقطش این هستش توی اسامی اگر اسمی با a-e-i-o-u شروع شد a-e-i-o-u ما حتما باید به جای A از N استفاده کنیم این ان نیست N N فانتیکو نگاه کنید ان An اینم بالایی هم ا A teacher An حالا ما اینجا چغلا که براتون نوشته بودیم فقط یه انجینیر okay. انجینیر با ای شروع شده بود I'm ان انجینیر تو زبان انگلیسی حتما تو شغلو باید بگید که A یا ان برعکس زبانهای دیگه اوکی؟ okay. تو انگلیسی ما میگیم I'm an engineer I'm a teacher I'm an interpreter اوکی؟ okay. بعدی شماره چار An actor An actor بعدی اکتر بازیگر شماره پنج آرکیتکت که نقشه کش شماره سه بود نمبر فایف ان اثلیت ان اثلیت یادتونه گفتم تی ایچ دو تلفظ داره اینجا با تلفظ ث روبرو هستیم مثل 1 2 3 11 12 13 یا I'm an athlete Cristiano Ronaldo and Lionel Messi are famous athletes okay. Ali is, is, our national hero and athlete okay. Ath. athlete ورزشکار okay. حالا دقیق ترش میشه ساکر پلیر اینجا فوتبالیست رو داریم میبینیم نمبر سیکس میوزیشن میوزیشن کسی که حالا نمازنده موسیقی هستش like my brother my brother حسین بیدگولی is a very professional and famous musician نمبر سیون an artist فرد هنرمند حالا اسپسیفیک میتونیم بگیم پینتر نقاش هنرمند میگیم an artist ای و انا رو دقت کنید قبل از وبل ای ای آی او یو نمبر ایت بانکر کسی که کارمند بانکه و نمبر ناین افلایت اتندنت افلایت اتندنت اون خدمه هواپیما کسایی که برای شما نوشیدنی میارن خوراکی میارن فلایت اتندنت دیگتش یه ذره سخته هر جا آی جی ایچ تی دی دی ایت آیت میده پلایت فلایت اوکی مایت I might go ممکنه برم تلفظ رو دقت کنید فیلیکت نگید خب دوستان تا همینجا کافی هستش توی جلسه بعد نمیخوام زیاد حسلتون هم سر برم. توی جلسه بعد دوباره میام سراغ این شغلا ریزکاری زیاد داره گفتیم عجله ای نداریم میخوایم با ریزکاری ها پیش بریم جوری که ریزکاری بهتون میگم آخر همین کتاب حالا من و همکارای بنده شما اندازه به جرعت تضمین میکنم ده تا کتاب بلدید خیالتون راحت باشه انقدر ما بهتون اضافه گفتیم و مطلب گفتیم نمیخوام الکی رد کنیم صفحه به صفحه بره خودتونم دارید میبینید چقدر نکته مهم داریم بهتون میگیم تو ویدیو بعد شغلا رو میریم تعریف رو میریم و دیگه بریم سراغ گرامر مثبت منفی کردن و سوالی کردن و کلمات پرسشی Goodbye guys